خب سلام، من آرش هستم. برای اونایی که نمیشناسم، منو یه معرفی کوچیک بکنم از خودم. من توسعه دهنده نرم افزار هستم و از سال پیش، یه سالی میشه که اومدم توی شرکت سپاتیفای کار میکنم و اوایل یه چیز حدود چند ماهی رو توسعه دهنده اندروید بودم و الان یه چند وقت میشه که بکند کار میکنیم و بکندش هم با جاوا بر عرضگاه اندروید هم میزنم، ولی یه مدت تمرکزم شیفت داده شده به بکند. عرضم به حضور که ما یه چند وقت پیش یه صحبت هایی داشتیم با هم میکردیم. مثلا هدف از این برگزاری این ارائه، همونطوری که بهداد داشت میگفت، ما قرار بود که یک کارگاه تست برگزار بکنیم، یعنی یک کارگاهی داشته باشیم که توش دوره هم بشینیم، یه مبحث مشترکی رو تعیین بکنیم و حالا من یا یکی دیگه از دوستایی که اونجا هست مثلا کد بنویسه و یک در واقع اول یه کد بنویسیم، بعد براش یه تست بنویسیم، ببینیم چه جوری میتونیم تست بنویسیم و بعد یه مفهومی رو کار معرفی بکنیم و کار بکنیم به اسم TDD، Test Driven Development. اول تست بنویسیم بعد کد بنویسیم و بگیم چرا این خوبه، چرا این مدل برنامه نویسی پیشنهاد شده یه. ولی با یه سری بحثایی که شد و یه مقدار بررسی کردن سطح دانش فنی کلی گروه، به این نتیجه رسیدیم که نوشتن تست یه سری نیازمندی های اولیه داره که یه سری اصول مهندسی نرم افزاره که آدم باید اینها رو بدونه و بعد سعی بکنه که در واقع با دونستن اینهایی که آدم برنامه نویس بهتری میشه و به فکر یه سری مواردی میفته، مثل اینکه کدش تستبل باشه، مثل اینکه کدش تمیز باشه، کد اسکیلبل باشه، بتونی به قولی اصول معروف مهندسی نرم افزار دنیا رو رعایت بکنی، فارغ از اینکه پروژه شما در چه زمینه‌ای داره اجرا میشه. یعنی پروژه های خوب رو نگاه بکنید، اینجوری نیستش که بگیم همه پروژه ها زمان خیلی خوب و به اندازه کافی داشتن یا تحت فشار و استرس نبودن یا مثلا نیازمندی های مختلف وسط کار نیومده. نه، همه این مشکلات تو همه پروژه ها، چه توی ایران چه خارج از ایران پیش میاد. برنامه نویس خوب کسیه که بتونه همه اینها رو رعایت بکنه، در این حال نرم افزار خوبی رو تحویل بده. نگه فداکاری نکنه، بگه چون نمیتونم اون کار بکنم پس کد بعدی مینویسم، چون نمیتونم زمانم مدیریت بکنم. این بخشی از مهندسی نرم افزار. یه سری از این اصول مهندسی نرم افزار رو دیدیم که اگر قبل از تست کردن، تست نوشتن بگیم خوبه. یکیش سالیده که امروز میخوام روش بحث بکنیم. این یه جورای پایه و اساس مهندسی نرم افزاره به نظر من تو برنامه نویسی زبانهای object oriented. اصول دیگه مهندسی نرم افزار هم خیلی خوبه که آدم بدونه، ولی خب دیگه ما بقیهش رو واگذار میکنیم به خود کسایی که دوست دارن و برن کتابای معروف مهندسی نرم افزار رو بخونن. پراگماتیک پروگرامر یکیشه، یا مثلا برای ماهایی که زبان برنامه نویسی جاوا بیشتر استفاده میکنیم، یا حالا جدیدن هم کاتلین اگر شروع کرده باشید استفاده کرده باشید، ولی همچنان من خیلی توصیه میکنم که مثلا افکتیو جاوا ورژن 3 ش اومده بخونید، یا مثلا کلین آرکیتکچر جدیدی که اومده و کتابای دیگه. حالا نمیخوام از بحث خارج بشه. به هر حال یکی از مهمترین اصول مهندسی نرم افزاری که باید رعایت بشه به نظر من تو پروژه ها و وقتی که شما کدی رو از کسی میخواید تحویل بگیرید یا به کسی میخواید تحویل بدید، یکی از مواردی که معمولا توش به عنوان رفرنس نگاه میکنن ببینن که شما توی پروژه تون سالید رو رعایت کردید یا نه. حالا این سالید چیه و کجاها به درد ما میخوره؟ سالید، چیزی که ما امروز میخوام راجع بهش صحبت بکنیم، 5 تا اصل مختلف داره که ما دونه دونه اینها رو نگاه میکنیم و هر کدوم از این حرف، اون الفبای سالید در واقع مخفف یک مفهومیه که تشکیل دهنده کلمه سالید شده. اول من معذرت خواهی میکنم که اسلایدامو تو انگلیسی ساختم، چون که سخت بود این اسلاید، چون یه جوری تئوریکال بود، نوشتن اینا به فارسی اصلا نمیچسبید به دل آدم، همون انگلیسی بنوشتمش خیلی راحت تر بود برای همه. 5 تا اصل معروف داره. S single responsibility که یعنی جلوتر باش مواجه میشیم، این که یک کار رو باید انجام بده هر کسی که داره کار رو انجام میده. O مخفف open close principle، L risk of substitution principle، I interface segregation principle و D dependency inversion principle، که اینها رو ما دونه به دونه میخوایم روش بریم جلو، ببینیم چیه، کاربردش چیه، کجا درست میشه استفاده کرد، کجا ممکنه ابیوز بشه و ازش اشتباه استفاده بشه.
شروع این قضیه با سینگل ریسپانسیبیلیتی یا همون حرف S توی سالیت هست. یه جمله خیلی معروف و خیلی واضحی هم وجود داره راجع به سینگل ریسپانسیبیلیتی، اینه که یک کلاس یک و فقط یک کار رو باید انجام بده و فقط یک دلیل برای تغییر باید داشته باشه در نتیجه. یعنی کلاسی که شما دارید می‌نویسید به فرض برای اینکه این کلاس فارغ از اینکه تو کجای اپلیکیشن کجای برنامه استفاده بشه، این اصل درش رعایت میشه. یعنی اینکه فقط باید یک کار رو انجام بده. شما نباید کلاس‌های به اصطلاح اسمارت بنویسید، نباید کلاس‌های باهوش بنویسید، کلاس‌هایی بنویسید که از جاهای مختلف برنامه اطلاع داشته باشه، بدون اگه این اتفاق افتاد این کار رو باید بکنم، اگه نیفتاد اصلا باید ولش کنم برم یه جای دیگه یه کار دیگه بکنم. این کلاس ها کلاس های اسمارته و به اصطلاح بهش میگن که این کلاس مثل چیز شده، مثل چاقوهای ارتش سوئیس رو اگه دیده باشید، سوئیس آرمی نایف که چند تا چیز داره، چند تا چاقو مختلف داره، سوهان داره، فلان داره، بهمان داره، میگن don't be سوئیس آرمی نایف. باهوش نباشید وقتی دارید کلاس می‌نویسید. کلاستون اتفاقا تا جایی که می‌تونید احمق بنویسید، نسبت به دور و بریاشون، نسبت به اتفاقی که می‌افته تا جایی که می‌تونن باید اطلاع نداشته باشن. و یه عکس جالبی هم از این من قبلا توی بلاگ‌های مختلف دیده بودم، اینه که میگن کلاستون نباید این شکلی باشه، نباید کلی کار مختلف رو جمع بکنه توی یه کلاس و اون کلاس برات همه کارا رو انجام بده. حالا ما میخواییم ببینیم که این اصطلاح اصلا نمونه غلطش کجاست. چیز راحتی به نظر میاد این که کلاس نباید کارهای مختلف بکنه. احتمالا هر آدمی که یه مقدار برنامه نویسی بکنه بعد یه مدت به این نتیجه میرسه که فارغ از این که اصلا کلاسش تست داشته باشه یا نداشته باشه، وقتی خیلی کارهای زیادی بکنه کلاس، مینتین کردنش هم خیلی سخت میشه، چون بعدن هی اگه قرار باشه تغییرات جدیدتری هم تو این کلاس ایجاد بشه، هی حواستون باید به اون کارهای دیگه هم که این کلاس داشت میکرده هم باشه و هی بزرگ و بزرگتر میشه، سخت و سختتر میشه فهمیدن این کلاس. به اصطلاح یه چیزی میشه به اسم God Object. مثلا کلاس Context توی اندروید یک God Objectه، تعداد خیلی زیادی کار میکنه، یک آنتی پترن قشنگ Context توی اندروید. حالا هی سعی میکنن توی هر آپدیتی که میاد یه سری کارها رو دلیگیت بکنم به یه کلاس‌های جدیدتر یا مثلا باندل‌های جدیدتری که برای اندروید می‌نویسن، ولی در مجموع کانتکست همچنان یک گاد آبجکتی که خیلی کارهای زیادی می‌کنه. و خوب من همینه که مثلا شما وقتی برای اگه کسی برای اندروید تست نوشته باشه می‌دونه که ماک کردن کانتکست کار خیلی دردسر داره، یعنی با کثیف کاری در واقع بعد کانتکست رو ماک بکنیم. حالا یه دونه فکر کنید یه کلاس ساده داریم، یک ریسایکلر ویو داریم که این توش یه ویو هولدر داره و می‌خوایم این اطلاعات یه آرای لیستی از یه اطلاعاتی داریم، می‌خوایم اینو بایند کنیم به یه ویو هولدر و توی ریسایکلر ویو اونه نمایشش بدیم. یه متد خیلی ساده هم داریم اون وسط، آن بایند ویو هولدر، که می‌بینید که ورودیش یه ویو هولدره و پوزیشنی که باید نمایش داده بشه و بهتون میگه که خب این ویو هولدر بگیر، اطلاعاتی که می‌خوای بذار توش و برگردون به ریسایکلر ویو، خودش میگیره و اینا رو نمایش میده. همونطوری که می‌بینید این داره لیستی از فیلم ها رو نمایش میده، میاد از توی آرای لیستی از توی موویز گت میکنه، یکی از آبجکتاشو میخونه، توی ویو هولدرش یه سری در واقع المان هایی داره، مثلا تکس ویو و ایمیج ویو و اینها داره و اینا رو تکسشو ست میکنه و یه نگاه خیلی کوچیک، من فقط 10 ثانیه صبر میکنم، فقط یه نگاه کلی به این کلاس، به این متد بندازید، ببینید که کجاش به نظرتون اشتباه داره انجام میده از لحاظ سینگل ریسپانسیبیلیتی. فقط چند ثانیه نگاه کنید این چند خط کد. خب شاید یه عده‌تون متوجه شده باشه، شاید هم یه عده‌تون متوجه نشده باشید. من خودم اگه این کد رو چند سال پیش میذاشتن جلو احتمالاً اصلا متوجه نمی‌شدم و میگفتم به نظر من این ترتمیزش چوس درفته داره میره جلو. منتها از دید سینگل ریسپانسیبیلیتی یه اتفاق به قول بدی داره این وسط میفته. دقت بکنید ببینید اینجا داره متد وقتی که موویز رو خون داره یه سری کار میکنه، داره مثلا توی تکست ویو ها و ایمیج ویو ها اینها یه سری تکست میکنه، ست تگ میکنه اینها. منتها این وسط یه کار اسمارتی هم کرده، گفته خیلی خب من یه سری ژانر هم دارم، این ژانر ممکنه یه دونه فیلم یه دونه ژانر نباشه، چند تا ژانر داشته باشه، مثلا اکشن باشه، درام باشه، فلان باشه، پس من میام از توی مووی ژانرامو میخونم، بعد یه استرینگ میسازم، این استرینگ رو هی به اضافه این ژانرایی که خوندم میکنم و یه دونه کاما میذارم وسطش که آخر سر میگم خب این ژانر رو داشته. حالا اگه این ژانرام بیشتر از صفر بود
ساب استرینگ این قسمت رو شما خونن. اگه نه بیشتر از صفر نبود همون جان رسیه رو میذارم چیز میذارم توی یا مثلا خالی برمیگردونم. این قسمتش کاملا در تضاد با اصل سینگل ریسپانسیبیلیتیه، چون شما متدی که اینجا نوشتین اصل سالید هم در مورد کلاس ها صادقه هم در مورد متد ها. متدی که شما دارید هم داره یه دونه ویو هولدر رو بایند میکنه، داره یه سری اطلاعات میذاره توش، هم یه کد لاجیکی این وسط وجود داره. کد لاجیک شما داره میاد، یعنی یه کار فارغ از بایند کردن هم داره انجام میده، یه کار اسمارتی داره انجام میده. این اشتباهه. چرا اشتباهه؟ علتش اینه که شما حالا ما هنوز با همون کارگاه تست رو برگزار نکردیم، ولی به صورت کلی تست چجوری می‌نویسیم؟ ما وقتی می‌خوایم بیایم تست بنویسیم میگیم خیلی خوب بیا این ویو هولدر رو بردار، بعد با این اطلاعاتی که دارم بهت میدم چک کن ببین تکست من ست شده یا نه، تایتل هم ست شده یا نه، ریتینگ هم ست شده یا نه، و اینا رو چک کن. ولی این فانکشن یه تست اضافه هم الان احتیاج داره، تست کن ببین ژانر منو داره درست در میاره یا نه. این یه کار اشتباهه، چون من توی فانکشنم دو تا کار رو دارم انجام میدم، در نتیجه تست منم باید دو تا کار رو کنه، همه چی دوپلیکیت میشه. حالا این ما میگیم این غلطه و به نظر هم میاد آره جدی آدم نگاه کنه میگه خب باشه یه به نظر میاد غلطه، حالا اینش چجوری درستش میکنیم؟ میایم سراغ یه اسلاید دیگه که اینو بهبودش دادیم. میگیم خب وقتی که میخوای ژانر رو ست بکنی بیا از یه دونه من یه فکتوری کلاسی میسازم، یه استاتیک متد یه جای دیگه میسازم، میگم که آقا این ژانرای منو بگی خودش یه آرای لیست از یه ژانر بگی به من، فقط برگردون، من کاری ندارم چه جوری میخوای این رو بخونی، اون مسئولیت یه کلاس دیگه است. یه کلاس دیگه اینجا میسازیم همونطور که میبینید arraylistutil.convert_arraylist_string که آرای ورودی داره، من کاری ندارم اون کلاس چه جوری داره این کارو میکنه، اون کلاس یه ورودی داره، آرایلیست از ژانرای از آرایلیست از یه سری استرینگ میخونه، تبدیلش میکنه به یه استرینگ بزرگتر و برش میگردونه به من، و من اینجا همینطور که میبینید دیگه ژانر من کار اسمارتی نمیکنه نسبت به اینکه ژانرها چه جوری داره برش تبدیل به یک استرینگ میشه، به اصطلاح احمق دامپ نمیدونه این کار چجوری، مهم هم نیست براش، چون این کار این فقط یک کار رو داره انجام میده. حالا اون کلاس دیگه چجوری اون کار رو انجام میده، اونجا برای خودش ایمپلمنتیشن خودش رو داره، وقتی هم که میخواید تستش بکنید فقط تست برای همون رو مینویسید، دیگه نمیاد دیگه تست شما وابسته به ست تکست شدن یا نشدن نداره. اینه که در واقع اصل سینگل ریسپانسیبیلیتی میگه که توی یک کلاس فقط یک کار باید انجام بشه. حالا شما این اصل رو با دونستن حالا این اصل و بقیه اصول سالید، آدم ممکنه به فکر برای خودش فکر بکنه میگه خب من تا حالا اینجوری برنامه نویسی نمی کردم، ولی یه خوبی که داره اینه که شما میتونید از این به بعد حتی تو پروژه های فعلیتون این کار رو بکنید. به اصطلاح میتونید بگید خب من یه خطی میکشم تو پروژه، میگم خب هر چی کلاس تا الان بود اینجوری من اینجور کار کردم، از این به بعد کلاسامو اینطوری مینویسم، برای همین کلاسایی که تا الان هم نوشتم میتونم بعدا شروع کنم تست بنویسم، بعد توی پروژه توی ریفکتور بعدی میتونم بیام خورد خورد شروع بکنم ببینم آها خب من اینو میتونم الان بهبودش بدم، اینجا مثلا دو تا کار دارم میکنم، سه تا کار دارم میکنم، اینو تقسیمش میکنم به سری کارهای کوچیک‌تر. خب این حالا به نظر من واضح‌ترین اصل سالید بود که با هم یه نگاه خلاصه‌ای بهش داشتیم. توی سالید حالا این یه تنها موردی که من توی تست هم بهش اشاره کردم، برای اونایی که اون جلسه هستن یا اینو می‌بینن و تست هم می‌نویسن، کسایی که تست هم می‌نویسن ممکنه سینگل ریسپانسیبیلیتی توی تست رو رعایت نکرده باشن. چطور این پیش میاد؟ فکر کنید ما یه بخشید. آها خب فکر کنید ما یه تستی داریم اینجا، خب این یه مقدارم واضحه ولی خب فقط منبار به این که گفته باشیم. فکر کنید کلاس شما داره سناریو یک و دو رو تست میکنه، یه سری ماکت میسازه، یه سری آبجکت اصلی که میخواد تست بکنه رو میسازه و میاد assert equal میکنه، چک میکنه ریزالتی که باید داشته باشه، ریزالت یک با اون آبجکتی که باید ازش تست گرفته بشه، فانکشنش رو صدا میزنه میگه سناریو یک رو برای من چک کن، ریزالتتو برگردون. اگه ریزالت این با ریزالت گت سناریو یک با ریزالت یک برابر بود، چیزی که من منتظرشم، من میدونم که مثلا وقتی که فانکشن جمع داشته باشن دو تا عددو بدم خروجیش باید با هم برابر باشه، یعنی اگه ورودی گت سناریو یک 2 به اضافه 2 بود باید خروجی 4 باشه، assert equal میکنم، میگم اگر با هم برابر بود که خب این تست پاس میشه، اگه برابر نبود اکسپشن ترو میکنه و تست فیل میشه و من استک تریس میخونم ببینم چرا تستم فیل شده، چرا این فانکشن اون کاری که من میخواستم و نکرده. حالا
داره این تست ما داره دو تا چیز مختلف رو تست میکنه که این غلطه. در تست نوشتن هم شما باید سالید رو رعایت بکنید، یعنی یک تست یک سناریو رو باید تست بکنه. حالا چرا این اصل مهمیه؟ برای اینکه در واقع مهندسین نرم افزار خبره وقتی که تست خوبی رو کد خوبی رو تحویل بگیرن، در درجه اول اصلا خود کد رو نگاه نمی‌کنن، معمولا اصلا میرن تستاشو میخونن. علتش اینه که توی تست شما خیلی واضح توضیح دادی که این تست من داره چی رو تست میکنه، چی کدوم فانکشنالیتی از این کلاس رو تست میکنه. وقتی که شروع میکنید تستا رو خوندن، میفهمید که این کلاس چی کارا داره میکنه اصلا برای شما. مثلا تست کن سناریو 1 که مثلا دو تا قدر جمعش با هم باید این بشه، خب پس این کلاس من داره جمع میکنه. تست کن که این کلاس من داره تفریق رو انجام میده. تست کن که کلاس من، شما وقتی که مجموعه تستا رو بخونید و تست کاورج خوبی هم داشته باشید، در واقع اصلا نیاز نیست خود کلاس رو نگاه بکنید، فقط میشینید تستاشو میخونید که ببینید این کلاس چی کار داره میکنه و متوجه در واقع کارایش بشید. اینه که در واقع باید تست شما یک کار رو بکنه، نه باید چند تا سناریو رو با هم جمع بکنید توی دونه کلاس بزرگ، توی کلاس چند تا مورد مختلف رو هم تست بکنید. حالا موضوع دوم، اون حرف دوم توی سالید که open close principle مخففش، معمولا رو تو بیرون نگاه بکنید احتمالاً با OCP مخفف open و close principle می‌بینیدش، که مثلا کسی شاید سوال بخواد بپرسه دیگه نشه بنویسه open close principle، OCP معمولا بهش رفرنس میدن. به صورت کلی open close principle میگه که شما باید بتونید یک کلاس رو extend بکنید، بعد ازش sub class بسازید، بدون اینکه رفتار سوپر کلاستون رو مجبور بشید عوض بکنید. یا حالا چیز آقای مارتین که یکی از مهندسی نرم افزار خیلی خیلی معروفه، میگه که این اصلا این OCP یکی از اصول خیلی خیلی مهم و اصلی ترین اصول کد ریوزبل، کدی که قابل استفاده در جاهای مختلف باشه. یعنی شما یک کلاسی رو بنویسید که اگه بخواید تو این کلاس تو جاهای مختلف تو سناریوهای مختلف بتونید ازش استفاده کنید، حتما باید OCP توش رعایت شده باشه. حالا این OCP توی عمل میدونیم که خیلی خب، من وقتی که یه سوپر کلاسی رو می‌نویسم باید ظاهرا حرف منطقیه که من باید این ساب کلاسش رو جوری بنویسم که از رفتار سوپر کلاسش تبعیت بکنه، نه باید در تضاد با رفتار سوپر کلاسش باشه. ببین به نظر حرف منطقی میاد. یه نمونه غلط از این میبینیم اول. خب فکر میکنیم که ما مثلا یه کلاسی از ما خواسته شده بنویسیم، کلاسی که از ما خواسته شده یعنی مجموعه پکیجی که ما در این می‌نویسیم یه دیتا فکتوریه. این کاری که میکنه، از ما خواستن که یه سری موزیک و ایمیج و ممکنه بعدها مثلا ویدیو یا حالا چیزهای دیگه هم به همون بدن، بگن که اینا رو ما یه سری آیتم توی دانلود کردیم، روی SDK ریختیم، روی در واقع فایل منیجر اندروید هست. حالا میخوام بدونیم که URI هر کدوم از این فایل ها چیه. شما یه برنامه نویسی که توی شرکتی استخدام شدید که ازتون اینو خواستم بنویسید، میایم یه برنامه نویس ممکنه بیاد که خیلی خب، من میام یه کلاس موزیک تعریف میکنم، یه کلاس ایمیج تعریف میکنم، حالا بعدان هر کلاس دیگه ای هم باشه، خب اون کلاس ها هم تعریف میکنم. کلاس موزیک بهتون میگن خواصش چیه، یه تایتل داره، خب شما میگید خب حتما یه URI هم برای این لازم داره، یه URI براش بنویسید، ایمیج برای خودش تایتل خودشو داره، یه یوزری بهش اساین شده و خب یه پثی داره، حالا یه بازی URI داره و میگم خیلی خب، من حالا من این کلاس ها رو قایم میکنم توی پکیج خودم. مثلا اینجا این کارو نکردیم چون پابلیکه، اگه بخوام باید پکیج پرایوتش بکنیم. فرض کنید توی کلاس خودتون پکیج پرایوتش میکنید و یه کلاس می‌نویسید به اسم دیتا فکتوری که این دیتای URI این فایلایی که هست رو بهتون میده. حالا چه جوری این کارو میکنه؟ میاد ورودی هم که میگیره یه آرای لیستی از آبجکت هایی که بهش میگن مدیا، مدیا ها رو بهتون بهتون میدن و یه آرای لیست از URI ها از پس اون آدرس اینا رو ازتون میخوان. ممکنه کاری که بکنه بگه که خیلی خب، من یه آرای لیست میسازم از استرینگ، چون خب URI تبدیل میکنم به استرینگ برمیگردونم، به ازای تمام آبجکت هایی که به من داده شده اینجا به عنوان ورودی آرگومان این فانکشن دیتا فکتوری تو فچ URI میام یه فوریچ میسازم و روی یه لوپ میزنم، میگم خب اگه مدیای من اینستنس بود از میوزیک، آبجکت از مدل میوزیک بود، کستش کن به میوزیک و URIش ادش کن music.getURI که اینجا داشتیم و اد میکنیم تو اون آرای لیستی که داشتیم. اگر نه از مدل ایمیج باز کست کن، URIش اد کن،
یه انوایرمنت هم میگیره میذاره تهش، چون این پس اون یکی یو آر آی خودش داره پس نداره، حالا یه سری کارهای خیلی ساده ای داره انجام میده. آخر سر نه، من اگه هیچ کدوم از این آبجکت دارم نمیساختم، یه ران تایم اکسپشن بده، بگو که یا ران تایم اکسپشن بده و بگو که من نمیشناسم، و اگر هم همه چی اوکی بود یو آر آی برگرده. حالا باز یه نگاهی بکنید، من خیلی زیاد صحبت کردم، یه نگاهی بکنید به این کلاس و ببینید که چه جایش به نظر شما ایراد داره و بعد با هم میریم درستش میکنیم. خب حالا میخوایم ببینیم که چجوری میتونیم این کلاس رو، دیتا فکتوریمون رو بهبود بدیم به یک کلاسی که اوپن کلوز پرینسیپل توش رعایت شده باشه، یعنی چایلد ها در تضاد با پرنتشون نباشن. خب ما برای اینکه بخوایم بیایم اصلا با مدل آبجکت اورینتد و کد ریوزابیلیتی به این قضیه نگاه کنیم، ببینیم چجوری میتونیم یک کدی رو بنویسیم که این کد اصلا قابل اکستند شدن باشه، بتونم دوباره از این استفاده بکنم، ببینیم. خیلی خوب، ظاهرا این ایمیج و میوزیک من جفتشون خب یو آر آی دارن، جفتشون قراره من براشون یه پسی برگردونم. حالا پس من میام یه کار میکنم، یه اینترفیس خیلی ساده مینویسم و اینو بین این دوتا کد شیرش میکنم. اینترفیس هم یه فانکشن خیلی ساده داره، گت پس، فقط پس رو برمیگردونه، و این جفت کلاس های من میان اینو ایمپلمنتش میکنن و در نتیجه دیگه اون المان یو آر آی و پس رو حذفش میکنم مثلا از توی کلاس هم، یا میتونم به عنوان حالا یه آبجکت پرایوت نگهش دارم بستگی به اینکه نیاز داشته باشه جای دیگه کلاس یا نه، و هر کدوم از این کلاس ها میاد پس خودش رو برمیگردونه، اینو ایمپلمنت میکنه و این پس رو برمیگردونه. این به چه درد میخوره؟ این به این درد میخوره که اگر یه روز دیگه من 4 تا آبجکت دیگه هم بهم دادن، بهم گفتن که خب مثلا ویدیو داریم یا مثلا عکس های کوالیتی داریم، تام نیل داریم، وب پی داریم، هر چیز دیگه هم که داریم این بسط، من کلاس هایی رو که میسازم همشون میان از اینترفیس مدیا من ایمپلمنت میکنن. این یک خاصیت بزرگش اینه که کسی که داره با این کلاس ها کار میکنه دیگه دیپند نیستش که این کلاس از نوع موزیک، ببخشید من آره خلاصه یه ایرادی که اصلا به این کلاس قبلی ما وارده، ببین این که شرطهای ما داره آبجکت رو چک میکنه که این مدیایی که من گرفتم چیه، این کار در واقع یه خورده بیمعنیه، اصلا چرا من دارم چک میکنم که این نوع این آبجکت چیه؟ من اگر کلاس های من از این ایمپلمنت بکنم یه اینترفیس رو، میتونم چک بکنم که آیا این کلاس من از نوع مدیا هست یا نه، این تنها چیزیه که من برام مهمه. حالا دیتا فکتوری ما هم میبینید خیلی ساده تر شد کدمون، میگم همچنان ما یه آرای لیستی از استرینگ ها داریم و ورودی این فچ یو آر آی دیگه از این بعد من دیگه محدود به آبجکت نیستم، چون کسی نمیدونه چه مدل آبجکتی بهم بده، من قرارداد میکنم من فقط آبجکت هایی از نوع مدیا میگیرم، دیگه نمیگم آبجکت هایی از نوع ایمیج یا مدیا، از نوع ایمیج یا مثلا یه میوزیک یا پس فردا مثلا ویدیو، هی شروع نمیکنم اینا رو اضافه کنم، یه قرارداد مینویسم میگم آقا من فقط از نوع مدیا رو قبول میکنم، و این توی کامپایل تایم قابل رعایت شدنه، یعنی اگر یه نفر بیاد اون وسط یه آبجکتی بذاره که ربطی نداشته باشه، این ایمپلمنت نکنه مدیا رو، خود کامپایلر بهش ارور میده و میاد روی این آبجکت های مدیا یه لوپ میزنم و از اون در واقع کسی که داشته مدیایی که داشته بهم برمیگردونه، ببخشید اینجا یه اشتباه تایپیه، من اسلاید رو ادیتش کردم، از این مدیای چیز میکنم به بابا مثلا گت ایریا، این غلطه کلا، این من یه ادیتی بعد همینجوری لایو این. خب ببینید اینم کلاس تغییر یافته دیتا فکتوریه، تفاوت عمده‌ای که کرد یکی اینه که ورودیش به جای آرای لیستی از نوع مدیا، از نوع آبجکت شد آرای لیستی از نوع مدیا، یعنی میگه من فقط ورودی من کلاس هاییه، من فقط آبجکت هایی رو هندل میکنم که از نوع مدیا باشن، یا خود مدیا که اینترفیس نمیتونه باشه، یا باید مدیا رو ایمپلمنت کرده باشه،
من فقط اون مدل آبجکت ها رو به عنوان ورودی میپذیرم. در نتیجه شما یک کامپایل تایم سیفتی هم اینجا دارید، یعنی کسی نمیتونه مثلا بیاد یه کلاس بنویسه که هیچ ربطی به کار شما نداشته باشه و در واقع کامپایلر اصلا جلوشو میگیره اگر از میدیا ایمپلمنت نکرده باشه، نمیتونه از فانکشن شما استفاده بکنه. یه کامپایل تایم سیفتی دارید. و اینا که خیلی ساده تر شد دیگه، در واقع یه لوپ میزنید رو آبجکت هایی که از نوع میدیا ان و توی یو آر آی تون اد میکنید گت پس رو، گت پسی که این آبجکت هاتون از ایمپلمنتش کرده. در نتیجه دیگه دو مد اینجایی که دقت بکنید، یکیش گت پس داشت میگرفت، یکیش گت یو آر آی داشت میگرفت و بعد چک میکردید که اینستنس من از نوع موزیک هست یا نه، یا از نوع ایمیج هست یا نه، یا اگر از نوع از کدوم هست هیچ کدوم نبود اصلا ران تایم اکسپشن میدادید. ولی نه، اینجوری شو در واقع شما به جای اینکه سیفتی تون رو توی ران تایم هندل بکنید، سیفتی تون آوردید توی کامپایل تایم. اصلا توی کامپایل مشخص میکنید که این آبجکت رو هندلش میکنید یا نه، و خیلی هم خب کد ساده تر شد. اصل بعدی که راجع بهش ما هم صحبت بکنیم لیسکوف سابستیتیوشن پرینسیپل یا LSPه، به اصطلاح مخففش اینه که در واقع مخففش اینه که میگه که خب کلاس های پرنت هیچ وقت نباید توافقی که با کلاس های سوپر کلاس های چایل نباید توافقشون رو با کلاس های پرنتشون رو بشکنن و از بین ببرن. یعنی اگر پرنت میگه یک کار رو بکن، حتما باید اون کار انجام بشه. اگر در واقع کاری که پرنت ازشون خواسته رو به یه نحوی انجام ندن، این اصل شکسته شده. و این توی در واقع به شخص LSP برای وقتی که شما دارید کلاس هایی می نویسید که قرار اکسپورت بشه، مثلا تو API ها استفاده بشه برای یه تیم دیگه، برای یه نفر دیگه دارید API می نویسید، اونجور جاها خیلی خیلی به چشم اومده که کاربرد داره. حالا میریم سراغ یه نمونه غلط از LSP رو با هم ببینیم، که ببینیم این LSP رو چجوری در واقع به نظر میاد که خب آره همه میدونن که کلاسی چایلد باید تبعیت بکنه از کلاس پرنتش، ولی توی عمل چجوری ممکنه این غلط نوشته بشه. خب فکر کنید که ما یه از همون چیزی که خواسته شده اینم عکس معروف این LSP، در واقع LSP رو سرچ بکنید تو اینترنت اینو میبینید حتما. فکر کنید که از ما یه کلاسی خواسته شده که بنویسیم، یه کلاس یه کاستوم لیاتی داریم می‌نویسیم برای یه نفری که داریم از APIش از ما API خواسته داریم برای از APIش استفاده می‌کنیم، یه کاستومر لیات می‌خوایم بنویسیم، یه لیات ساده اندرویدی داریم می‌نویسیم و چون می‌دونیم که این قراره تو جاهای مختلف استفاده بشه، توی اوپن کلوز خوندیم که خب اینو می‌تونیم جاهای مختلف اکسپورتش بکنیم، دیگه نمیایم برای هر کدوم از کلاس‌هامون جداگونه متد رندر بنویسیم، یه دونه اینترفیس ساده می‌نویسیم که توش متد رندر داره، اسمش رو می‌ذاریم کاستومر لیات. می‌دونیم دو مدل مختلف لیات داریم، برای لیات برای کاستومرهای فری و برای کاستومرهای پریمیوم، و هر کدوم از اینا یه سری کار می‌کنه به اضافه اینکه ایمپلمنت می‌کنه کاستومر لیات رو، و نهایتاً قراره بعد از اینکه همه کاراشون رو کردن یه چیزی رو رندر کنن. منتها کسی که از شما خواسته این کلاس رو بنویسید یه تقاضای اضافه میکنه، میگه که من میخوام به کاستومرهای فریم علاوه بر اینکه رندر کردی این لیات رو بهشون نشون دادی، میخوام براشون یه تبلیغ هم نمایش بدم، و در واقع میخوام اگر تبلیغ براشون نمایش داده نشده بود یه سری کار دیگه برای اینا بکنم، بعد رندر بکنم. حالا این شما فکر میکنید که خیلی خب من میدونم OCP رو Open Close Principle رو میدونم، میام اون اینترفیس هم می نویسم و میام کلاس پریمیوم کاستومر هم می نویسم، کلاس فری کاستومر هم می نویسم، چون میدونم نباید طبق اصل سینگل ریسپانسیبیلیتی اینا رو با هم قاطی بکنم، میدونم که باید برای هر کدوم کار خودشو بکنه، جدا میکنم کلاس هم از هم دیگه و متد رندر هم ایمپلمنت میکنم. کلاس پریمیوم هم میگه که خیلی خب من هر موقع که رندر ازم خواستید انجام بدم رندر انجام میدم، چون کار خاصی نداره. کلاس فری کاستومر هم میگه که آها من یه دونه چیز فیلد اضافه هم دارم، بعد ببینم که تبلیغ و نمایش دادم یا نه، اگر نمایش ندادم ریترن کن، کلاس قبلی یه کار دیگه ای میکنه. و کسی هم که داره از کلاس شما رو استفاده میکنه یه فانکشن رندر ویوه که میاد آبجکتی از نوع کاستومر لیات رو میگیره، براش مهم نیستش که این پریمیومه یا فریه، میگه رندر کن، تو خودت میدونی چی و چجوری باید رندر بکنی. حالا توی این کلاس
به نظر من یه ایرادی وجود داره که میتونه بهبود پیدا بکنه. من یه چند دقیقه چند ثانیه صبر میکنم تا ببینیم که کسی به چیزی اشاره میکنه یا نه. اگر هم اشاره نکرد خیلی مهم نیست، چون من خودم هم جزو کسایی هم که اینا رو اشتباه نوشتم قبلا. میخوای از بچه ها بپرسم از هم تو آرش آره آره بپرسم، من منتظر. کسی نظری داره روی این اصلا چجوری درستش کنیم؟ صدا میاد از این مهم نیست. کسی نظری نداره این چجوری اگه بخوایم درستش کنیم چجوری باید درستش کنیم؟ شما رو بگو که میگن که اون هستینت بعد خودش یه متد جدا بشه. یعنی چی؟ یعنی که ما خود هم با پاسماندریات سرباز بشیم برای اینکه ببینیم که آیا اون بیننده یا اون هم پاسماندریات میگه که صدا کاش میشد بریم اون و صدا رو داشته باشیم. من باید این و دوباره تکرار کنم. من صدای من آره صدای بچه هایی که تو سالن حرف میزنن میگن که این باید خود اون کاستوم لیاوت یه چیزی داشته باشه که مثلا که از اون کلاسه صدا بزنیم و بپرسیم که ادو دیده یا نیده. یعنی یه جورایی فکر میکنم بیشتر به وایلیت اوپن کلوزه یا سینگل ریسپانسیبیلیتی بچه ها داشته میکنم. این موضوع درستیه، این حرفی که میزنید درسته ها، ولی من میخوام ببینم که چرا این در خلاف برخلاف LSPه، چرا این داره رفتار سوپر کلاسش رو بریک میکنه. اون حرفی که شما میزنید درسته ها، آره اون هستین اصلا میتونه بهتر از این ایمپلیمنت بشه. یه دست یکی دیگه هم داده که بگو. خب بعدش چیه؟ این تیکش درسته. سوال اینه که خب حالا راه حل چیه؟ یعنی چیکار کنیم؟ آرش چیزی که بچه میاد مشکل یکی از بچه گفتش که خب مشکل اینه که این در هر صورت انتظار میده که این رندر رو انجام نمیده. این که مشکل رندر انجام نده تهش خب یه مشکله که خب این دقیقا واردته. ولی پیشنهادی که بچه ها میده اینه که میگن که خب خود بیرون مطمئن بشیم که در واقع این کار رو انجام دادیم. حالا خودت میخوای جواب بده توضیح بده، یعنی قبلش صداش کنیم. خب مشکل رو درست فهمیدید، اینه که این ریترن این که اینجا هست بعد از اینکه دید نمایش داده نشده داره فانکشنال ریترن رو بریک میکنه. در نتیجه کاری که سوپر کلاس بهش گفته انجام بده رو انجام نمیده. یعنی در واقع به اصطلاح اسمارت شده، باهوش شده، میگه من خودم میدونم چیکار کنم، رندر رو بریک میکنه. این چیزی که شما گفتید درسته. حالا ببخشید من خودم با خودم هم تأخیر دارم، نمیدونم چجوری ممکنه ولی میزنم استارت بعد نمیده بعد. خب حالا چجوری میتونیم این رو درستش بکنیم؟